انتخابات این روزها موضوع اصلی گفتگو در بسیاری محافل مردمی و کارشناسی. یکی از موضوعاتی که در این گفتگوها رد و بدل میشه اهمیت شرکت در انتخابات. اساساً شرکت در انتخابات چه ضرورتی داره؟ آقا به نظر شما چه ضرورتی داره که ما توی انتخابات شرکت کنیم؟ ببینیم وظیفه هر کسیه که تو انتخابات شرکت کنه و ثابت کنه که یک ایرانی حق انتخاب داره. برای خودمون منفعت داره. یه تکلیفیه که بر عهده ما گذاشته شده. ما سرنوشت 4 سال آینده مملکتمون خودمون رو داریم رقم میزنیم، باید شرکت کنیم. کشورمون رو دوست داریم، آب و خاکمون رو دوست داریم. این وظیفه‌مونه. بدیم برای همین انقلاب واسه حفظ بکنیم. به خاطر وظیفه که عمومیه و شرعیه. در نظام‌های مردم سالار انتخاب مسئولان با رأی و نظر مردم صورت می‌گیره. اگر در جامعه‌ای مانند جامعه خود ما سلیقه‌های گوناگونی وجود داشته باشه، اون سلیقه‌ای حاکم میشه که بتونه رأی و نظر مردم رو بیشتر جلب کنه. برای اسلام، قرآن، برای اینکه خون شهدامون پامال نشه. به خاطر جامعه ما، سرنوشت مملکتمون، می‌خوایم دست خودمون باشه. ایرانی هستیم، باید شرکت کنیم. باید به دشمن ثابت کنیم که ما همیشه در صحنه هستیم. خودش یه نوع شرکت تو تصمیم گیری هست. اگه تو انتخابات شرکت کنیم، نشون دادیم که سرنوشت کشورم برامون اهمیت داره. دشمنای ما خیلی هدف واسه ما دارن و ما شرکت کردن تو انتخاباتمون میتونیم باعث بشیم که حداقل اونا به هدفشون نرسن. چون همه با هم زندگی میکنن، کارهای همدیگر رو همه انجام میدن، بنابراین دخالت همگان شرط اصلی در این مورد هست. تو قرآن هم خدا همیشه تاکید کرده که سرنوشت اقوام دست خودشونه. خودشون یعنی تصمیم میگیرن که عاقبتشون چی میشه، خیر میشه یا شر میشه. وقتی رأی فرد فرد یک ملت میتونه تعیین کننده و سرنوشت ساز باشه، عقل از ما چی میخواد؟ عقل ما وقتی که حکم بکنه به خوب بودن یک چیز، شرع ما هم به همین حکم میکنه. رأی دادن در جوامع سیاسی یک حقه، اما در نظام جمهوری اسلامی که نظامی مردم سالار و مبتنی بر مبانی دینی هست، رأی دادن هم حق، هم تکلیف و هم یک ارزش هست. این ارزش در سه عرصه اساسی قابل تحقق هست و انتخابات تجلی بخش این ارزش در این سه عرصه به حساب میاد. یک ارزش، ارزش قانونگذاریه، ارزش دیگر ارزش نظارته و ارزش سوم ارزش مربوط به اجرا. در هر اجتماعی بسیاری از مردم هستند که سرنوشت و آینده جامعه براشون مهمه و انتخابات رو هم عرصه‌ای برای تحقق اراده و خواست خودشون و هم میدانی برای تعیین سرنوشت کشورشون میدونن. بی جهت نیست که برخی معتقدند انتخاب و میل به انتخاب در ذات و سرشت انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نهادینه شده. فطرتاً انسان‌ها جوری هستن که تمایل به انتخاب دارن، لذا عقل فردی حکم میکنه که همواره سرنوشت خودش رو خودش تعیین بکنه و در واقع کسانی رو به عنوان کسانی که قرار است در آینده بر او حکومت بکنند انتخاب بکنه. البته این مهم هست که بر اساس ضرورت عقلی و شرعی یا وظیفه اجتماعی در انتخابات شرکت میکنیم، اما از اون مهمتر این هست که بدونیم رأی ما مسیر کشور رو در 4 سال آینده مشخص میکنه. بیایید با رأی خودمون در ترسیم این مسیر سهیم باشیم. اینی که من اصرار میکنم بر حضور مردم به خاطر این است که این یک وظیفه است، یک وظیفه شرعی است، یک وظیفه وجدانی است، یک وظیفه عقلانی است. بنام بر این نبوده که در این دوره انتخابات تکیه به سیستم و نظام شورایی است. هیچ وقت در برابر تهدید از امام خمینی خواستن که اصلا حق انتخاب شدن نداره. من به عنوان رئیس جمهور با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام، الان هم 4 تا فرزند دارم و زندگی معمولی متوسط دارم.
واضحه که به شخص مردم رأی نمیده. من حقیقتاً به مدیریت جدید کشور، شما الان فهم میکنه که برنده میشی امروز؟ نه، تلاشایی هم شده، صورتم گرفته، قاطعیت کار بکنم، مشارکت فعالیه، استادگی کنم، مدیریت. اگه فکر نمیکردم نامزد نمیشدم. در صورتی که اختلافی بروز کنه، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور،